در نخست سرخط خبرها، ارائه طرح گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفان مسلح در نشست دوم پروسه کابل. دومین نشست پروسه کابل فردا برگزار می شود. در افغانستان حکومت ایس دول پیش شرط یا در مخکین شرایط نلری در سوری در مذاکرات و در پیل نپر. آمادگی گروه طالبان برای مذاکرات صلح با ایالات متحده آمریکا. و دستور رئیس جمهور روسیه به برقراری 5 ساعته آتش بس در روز در قوطه شرقی سوریه. با تقدیم سلام و وقتتان بخیر، به بسته خبر این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 8 اوت سال 1396 خورشیدی که برابر می شود با 27 فوریه سال 2018 میلادی. مشروع خبرها، حکومت افغانستان فردا در نشست دوم پروسه کابل طرح عمه‌جانبه گفتگوهای صلح را بدون پیش شرط به طالبان ارائه می کند. معاون دفتر رئیس جمهور امروز در نشست خبری گفت که این طرح از سوی شورای عالی صلح آماده شده و در نشست فردا به طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح ارائه خواهد شد. و همچنان گفت که در نشست فردا برای پاکستان نیز یک طرح گفتگوی مذاکره که دولت با دولت از سوی حکومت افغانستان ارائه می شود. کابل فردا میزبان دور دوم نشست پروسه کابل خواهد بود. معاون ریاست دفتر رئیس جمهور در امور روابط استراتژیک و رسانه ها امروز در یک نشست خبری گفت قرار است نمایندگان بیش از 20 کشور و نهادهای بین المللی در نشست فردا شرکت کنند. او گفت دولت افغانستان در نشست فردا طرح گفتگوهای صلحش را به طالبان ارائه خواهد کرد. به گفته او دولت افغانستان آماده است بدون هیچ پیش شرطی با طالبان در کابل و یا هم کدام کشور اسلامی دیگر در مورد برقراری صلح در افغانستان مذاکره کند. در افغانستان حکومت ایس دول پیش شرط یا در مخکین شرایط نلری در سوری در مذاکرات و در پیل نپر. یعنی هاگ گروپونه یا هاگ طالبان چه غواره در سول مذاکرات ترسی در ناستی در پر شرایط نست. رادیسی ورسر مذاکرات شروع کیجی. وی گفت در نشست فردا بخش گفتگوهای صلح از سوی استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح به پیش برده می شود و بخش گفتگو در مورد مبارزه با هراس افکنی از سوی حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی کشور به پیش برده خواهد شد. گروپ اول روی موضوعات صلح بحث می کنند که او گروپ رهبریش یا بحث پیش می برند محترم استاد خلیلی هستند، رئیس شورای عالی صلح. و بحث دیگه که بعد از زور انجام میشه و بحث مبارزه با تروریسم است که از طرف اطمار مشاور امنیت ملی کشور و نهادهای امنیتی و دفاعی کشور او بحث به پیش میره. در این حال معاون ریاست دفتر رئیس جمهور میگوید در نشست فردا طرح مذاکره دولت با دولت از سوی حکومت افغانستان برای پاکستان نیز ارائه خواهد شد. در افغانستان حکومت یو ذل بیا سبا او نن هم د پاکستان پر حکومت جا کیج د افغانستان حکومت هر راز اما جانبه مذاکرات د پاکستان سره آماده دي ترڅو چې د څول سیزو د تاریخوال ته د مشکلات چې موجود دي دو ته د پای ټکی کړشودل سي. قرار است در نشست فردا نمایندگان 20 کشور در سطح وزیر خارجه، معاون وزیر خارجه و نمایندگان خاص این کشورها در امور افغانستان شرکت کنند. در نشست فردا نمایندگان 3 سازمان بین المللی نیز شرکت می کنند. حکومت افغانستان ابراز امیدواری می کند که طرح گفتگوهای صلحی که فردا از سوی حکومت به طالبان ارائه می شود منجر به شروع گفتگوهای صلح شده تا جنگ و درگیری در کشور خاتمه یابد.
در آستانه برگزاری دومین نشست پروسه کابل، معاون رئیس جمهور اندونزیا و وزیر خارجه آن کشور، هیئت کشور قطر، نماینده خاص اتحادیه اروپا و هیئت امرا و سفیر جمهوری چک با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح دیدار و گفتگو کردند. در این دیدارها بر حمایت از روند صلح افغانستان تاکید صورت گرفت و اظهار امیدواری شد که نشست پروسه کابل و نتایج خوب برای افغانستان برسد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از اشراک کنندگان اجلاس پروسه کابل و خصوص معاون رئیس جمهور اندونزیا، هیئت کشور قطر و اتحادیه اروپا که امروز با آنها ملاقات داشتند تشکری کرد. شمار از نهادهای حامی زنان با صدور اعلامیه مشترک خوان حضور و نقش فعال زنان در دومین نشست پروسه کابل شدند. فعالان حقوق زن امروز در نشست در کابل گفتند که سهم زنان در این نشست در نظر گرفته شده، اما توقع دارند تا نقش آنان در این نشست همانند دیگر نشست‌ها سمبولیک نباشد. آنان تأکید میکنند که در حال حاضر زنانی که در سطح تصمیم گیری ها در اداره های حکومتی فعالیت دارند، سطح صلاحیتشان برابر با مسئولیت هایشان نمی باشد. شماره از نهادهای حامی زنان امروز در یک نشست خبری در کابل اعلامیه مشترکشان را در زمینه حضور و نقش فعال زنان در نشست پروسه کابل و دیگر نشست های رسمی حکومت اعلام کردند. فعالان حقوق زن در این نشست گفتند هرچند سهم زنان در نشست پروسه کابل که قرار است فردا برگزار شود در نظر گرفته شده، اما توقع دارند که اشتراک و سهم زنان در این نشست سمبولیک و نمایشی نباشد. ما امیدوار هستیم که این حضور و نقش دادن بر زنها در این پلان سمبولیک نباشد و ما واقعا شاید تطبیق و حضور واقعی و منادار زنها در روند سال، گفتگوهای سال و تمام تصامیم که منتج و تغییر آوردن در سطح کلان در نظام افغانستان میشه، ما شاهد باشیم که زنها هم فراموش نشدن و جایگاه واقعی بر زنها در نظر گرفته شد و نه جایگاه سمبولیک. اشتراک کنندگان این نشست تأکید میکنند که در حال حاضر زنانی که در سطح تصمیم گیری ها در اداره های حکومتی فعالیت دارند، سطح صلاحیت هایشان برابر با مسئولیت هایشان نیست. به گفته آنان، رهبران حکومت باید به گفته هایشان در مورد حقوق زنان به گونه واقعی عمل کنند. نقش زن با وجود به اساس یک کتله فعال از این جامعه در هر پروسه یک نقش بارز و یک نقش مهم داره و به همو اساس وجود زنان یا نقش زنان در پروسه سیاسی و اجتماعی که میتونیم که پروسه کابل دو را در اینجا مشخص بگیریم یک اهمیت خاص را داره، به خاطر از این که ما دادخواهی های را کردیم زنان باید شامل باشند، ولی ما دیدیم که تاثیر دادخواهی های ما بعضا نتایج سمبولیک بود. ما همین شش ماه گذشته اگر ببینیم نشست اسلام آباد دایر شد، در مسکو دایر شد، در خود کابل نشست های متعدد دایر شد، اما ما هیچ نوع نقش مانادار سهم فعال زنا را از شورای میسر یا زنایی را که در بخش سر کار میکنند از بیرون از این ساختار ندیدیم. در همین حال یکی از معاونین شورای عالی صلح میگوید که دیدگاه زنان و فعالان مدنی در نشستی که از سوی وزارت خارجه برگزار شده بود گرفته شده و قرار است تا در نشست پروسه کابل برای شرکت کردن دیدگاه زنان فرصت داده شود. سهمدهی به زنان در روند صلح، تضمین دستاوردهای 1.5 دهه زنان در مذاکرات صلح با مخالفان دولت، افزایش زنان در سطح رهبری حکومت از جدیترین خواسته های زنان از حکومت وحدت ملی است. گروه طالبان آمادگیش را برای مذاکره با آمریکا اعلام کرده است. گروه طالبان با نشر پیام ضمن ابراز آمادگی برای مذاکره با آمریکا از مقام‌های این کشور خواسته است که برای حل صلح‌آمیز وضعیت در افغانستان باید با دفتر سیاسی این گروه گفتگوی رو در رو انجام دهند. گروه طالبان تأکید کرده است که مشکل افغانستان را حل نظامی ندارد و آمریکا بر جای استراتژی جنگ بر استراتژی صلح تمرکز کند.
در همین حال معاون دفتر رئیس جمهور میگوید که اگر طالبان اراده کامل برای صلح دارند، حکومت افغانستان همواره آماده مذاکرات صلح بوده است. گروه طالبان آمادگیش را برای مذاکره با آمریکا اعلام کرده است. گروه طالبان با نشر پیام ضمن ابراز آمادگی برای مذاکره با آمریکا از مقام‌های آمریکایی خواسته است که به صورت مستقیم با دفتر سیاسی این گروه در قطر درباره راه حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان صحبت کند. گروه طالبان بار دیگر با اشاره به جنگ 17 سال گذشته در افغانستان تاکید کردند که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و آمریکا به جای استراتژی جنگ بر استراتژی صلح تمرکز کند. طالبان تاکید کرده که استراتژی نظامی به طور مکرر در 17 سال گذشته آزمایش شده و این کار فقط باعث عمیق شدن و گسترده شدن جنگ در افغانستان شده که مورد قبول هیچ کس نیست. این اعلامیه طالبان به دنبال اظهارات اخیر معین وزارت خارجه آمریکا صادر شده است که گفته بود درب مذاکرات صلح بر روی طالبان باز است. پیش از این ایالات متحده آمریکا از گروه طالبان خواسته بود که به جای مذاکرات با آمریکا با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود. هارون چخانسوری معاون ریاست دفتر رئیس جمهور در امور ارتباطات استراتژیک و رسانه‌ها امروز خطاب به گروه طالبان گفت اگر آنان افغانند با حکومت افغانستان وارد مذاکره صلح شوند. طالبان که علاقمندی نشان دادند که بر گفتگو علاقمندی دارند و آمریکا گفته بودند که گفتگو نمی کنیم، اونا دوبار از آمریکا خواستند که ما آماده گفتگو مستقیم با آمریکا هستیم. ولی افغانستان حکومت ارتوایی که افغان رئیس در افغانستان سر مذاکره وکن. حکومت افغانستان آماده مذاکره است. اگر اختیار خود دارن و میخواین که مذاکره کنن و واقعا اراده ازیره دارن، اراده سید افغانستان در حکومت سر در مذاکره وکن. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد ازیار رد کرده. شما در از طریق رسانه خبر شدید، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پیشنهاد ازیار رد کرده بود و گفته بود که اونا برن امرای حکومت افغانستان مذاکره کنن. در حالی که چند قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که آمریکا با طالبان مذاکره نمی کند. اما الیس فلز معاون وزیر خارجه این کشور چند روز پیش گفته بود که در مذاکره با طالبان هنوز بسته نشده است. او گفت که طالبان هنوز هم فرصت دارند وارد مذاکرات صلح افغانستان شوند. حکومت وحدت ملی در مورد تحقق اهداف آجندای ملی مسئولیت قضایی بر نقش علمای دینی تاکید می کند. چند نهاد حکومتی امروز نشست را زیر عنوان نقش علما در تحقق آجندای ملی مسئولیت قضایی و تغذیه را در کابل برگزار کرد. وزیر حج و اوقاف میگوید که علما باید از طریق مساجد و منابر در روزهای جمعه اهمیت تغذیه سالم را از دیدگاه دین اسلام به مردم بیان کنند. نشست زیر عنوان نقش علما در تحقق اجندای ملی مسئولیت غذایی به هدف بهبود وضعیت تغذیه امروز در کابل برگزار شد. در نشسته که شماری از مقام‌های حکومتی اشتراک داشتند، نقش عالمان دین در تحقق اجندای ملی مسئولیت غذایی با اهمیت خوانده شد. وزیر حج و اوقاف میگوید که علما باید از طریق مساجد و منابر در روزهای جمعه اهمیت تغذیه سالم را از دیدگاه دین اسلام به مردم تبیین کنند. زندگی ماشینی و تولید انواع و اقسام غذاهای بیکیفیت و استفاده دواهای کیمیاوی برای اغفال مردم و پنداندن میوه‌ها و رنگین ساختن میوه‌ها نوع دیگری از قتل است. مسئولیت غذایی در سکرتریت تورون خواهشمند ما داغوی نهیل لارم چی دقیق معلومات من تراوراندی که واقعا به انشاءالله پا نصاب کی در مومد درسی بشکل بانده واقعا انشاءالله ولانده کهو. بر اساس آمارهای حکومت در حال حاضر 39% از مردم افغانستان زیر خط فقر بسر میبرند. به گفته مقام‌های حکومتی، فقر و عدم مسئولیت غذایی 41% از اطفال را به کوتاهی قد و کمبود وزن و 40% از خانمان را به بیماری کمخونی مبتلا کرده است. در همین حال عالمان دین می‌گویند برای بهبودی وضعیت تغذیه در کشور، شورای وزیران باید جلوی واردات مواد غذایی بیکیفیت را بگیرد. امیدوار هستم که شورای دارالانشاء مواد غذایی به این بود بیشترتر توجه بکند.
یعنی هر جایی که ما میبینیم و او چیزی که ما مینالیم که چرا مسئولیت غذایی نداریم، چرا؟ به خاطر که تجار ما حلال و حرام را نمیداند، دکاندار ما حلال و حرام را نمیداند. چرا ما به طرف بدبختی میریم؟ به خاطر که اداری که کیفیت را ضمانت میبخشد او قضیه را مسئولانه نمیگیرد. امروز متاسفانه 41% اطفال در افغانستان به قد کوتاهی مبتلا و در تناسب با سن و سالشان کم وزن هستند که خود نشان دهنده این است که این اطفال رشد فیزیکی، جسمی، روانی و ذهنی لازم را داشته نمی توانند. بر اساس آمارها در حال حاضر 40% زنان نیز از نارسایی غذایی در کشور رنج می برند. به گفته مسئولان آمار بلند فقر و سوء تغذی باعث عدم رشد جسمی، فکری و ذهنی افراد در جامعه گردیده و به یک موزل بزرگ ملی تبدیل شده است. اتاق تجارت و صنایع زنان در ولایت هرات افتتاح شد. مسئولان این اتاق میگویند که برای بهتر ساختن شرایط تجارت برای زنان این مرکز را ایجاد کردند. مسئولان اداره محلی این ولایت از ایجاد این اتاق استقبال میکنند و میگویند که این اداره در تلاش بهتر ساختن تجارت برای زنان است. اتاق تجارت و صنایع زنان ولایت هرات امروز رسما افتتاح شد. مسئولان این اتاق میگویند که برای بهتر ساختن شرایط تجارت زنان این مرکز را ایجاد کردند. آنگونه که مسئولان این اتاق میگویند در 5 سال اول در 5 زون کشور دفاتر ایجاد خواهند کرد. میتونیم مستقیم صدای خانمای تجارت پیشا و نیازهایی که خانمای تجارت پیشا متشبس ما دارند در سطح افغانستان و در برنامه ها و پالیسی هایی که در سطح رئیس جمهور و در سطح بلندترین مرجع تصمیم گیری که شورای اقتصادی است اونجا برنامه ریزی میشه و تصمیم گیری میشه، ما برسانیم و نیازهای خانما را هم انعکاس بدیم در برنامه و پالیسی هایی که ساخته میشه. در حال حاضر 80 زن در ولایت هرات فعالیت تجارتی دارند. از سوی هم شماری از بانوان تجارت پیشه فعالیت این اتاق را به فال نیک میگیرند و میگویند که این اتاق میتواند برای بهتر شدن تجارت مؤثر واقع شود. چی در داخل لوسولی هایم، چی در داخل شهران، اینا ای جدلایی ندیشم. همیشه سردگون بودم که آیا با اتاق تجارت مردا بریم، آیا با ریاست امور زنان بریم، آیا با ریاست کار امور اجتماعی بریم، کجا بریم. آن مستقیم دروازه باز شده، هر خانمی هر کس که مشکلی داشته باشه میتونه رسما بیای به ریاست اتاقای تجارت. خانما از اینجا میتونه هر کاری که داشته باشه با مشکلی رسیدگی بشه. رئیس جمهور غنی هم از ایجاد این اتاق استقبال کرده است. در همین حال مسئولان اداره محلی هرات ایجاد این اتاق را به فال نیک میگیرند و میگویند که حکومت برای بهتر ساختن شرایط برای تجارت زنان در این ولایت تلاش خواهد کرد که مشکلات خوب بسیار به سادگی بتانند بگویند و از اون طریق به مرکز انتقال شوند و در شورای عالی اقتصادی که رئیس جمهور به صورت هفتوار یا هر 2 هفته دایر میکنه حتما نمایندگی و اتاق تجارت و صنایع زنان در شورای عالی اقتصادی وجود دارد و به این اساس میتونه از این چینل مستقیما بره به شورای عالی اقتصادی. بر بنیاد آمارهای وزارت امور زنان، 29% زنان که در سن کار قرار دارند مشغول فعالیت‌های بازرگانی در بخش‌های زراعت و تولید هستند، اما درآمد زنان نسبت به مردان 30% پایین‌تر است. ریاست امنیت ملی از بازداشت اعضای یک شبکه 12 نفری در ولایت قندهار خبر می‌دهد. در خبرنامه این ریاست آمده است که نیروهای قطعات خاص طی عملیات های پی هم در مربوطات شهر قندهار شبکه 12 نفری مربوط گروه طالبان را بازداشت کردند. بر اساس این خبرنامه این ریاست، این گروه مصروف فعالیت های تخریبی، انفجاری، تور علمای دینی، سران اقوام و حملات مسلحانه بالای پسته های امنیتی بودند. ریاست امنیت ملی میگوید که بر اثر بازجویی و تلاش نیروهای قطعات خاص و تیم های موظف از نزد این شبکه مقدار تجهیزات نظامی و 3 اراده موتورسایکل به دست آمده است.
اداره بشری سازمان ملل متحد میگوید در جریان هفته گذشته 10,000 تن از شهروندان افغانستان از ایران اخراج شدند. بر اساس خبرنامه هفتوار اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، 5,000 تن از این مهاجران با مصرف خودشان به افغانستان بازگردانیده شدند. این اداره همچنان گفته است که در 2 ماه گذشته در افغانستان مجموعاً 18,500 تن از خانه هایشان بیجا شدند. در خارج از کشور، سازمان ملل متحد خواستار تمدید آتش‌بس‌های ساعتی در قوطه شرقی دمشق شده و اتحادیه اروپا و از ترکیه و ایران واسه است به آتش‌بس شورای امنیت در سوریه کاملا پابند باشند. آمریکا نیز خواستار توقف فوری حملات در قوطه شرقی شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در آغاز این هفته به قطعنامه ای رای داد که خواستار توقف 3 روزه درگیری ها، کمک رسانی و فراهم شدن خدمات صحی برای شهروندان مناطق تحت امن شده است. و تازگی دولت روسیه اعلام کرد که به دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور آن کشور یک مسیر انتقال کمک های بشر دوستانه در قوطه شرقی و 5 ساعت آتش بس روزانه برقرار خواهد شد. در همین حال آتش‌بس چند ساعته روزانه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور برقراری آن را داده بود، از ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی در قوطه شرقی به مرحله اجرا درآمد. سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به این موضوع گفت که 5 ساعت بهتر از هیچ است، اما آنها خواستار توقف درگیری‌ها و تمدید آن هستند. یک مقام رسمی دولت روسیه و سوریه میگویند نیروهای دولتی بشار اسد در ساعت‌های آتش‌بس اقدام به انجام حملات هوایی نخواهند کرد. در 2 روز گذشته درگیری‌های در مناطقی که قرار بود در آن آتش‌بس برقرار شود گزارش شده، درگیری‌هایی که شمار کشته و زخمی به جا گذاشت است. فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز می‌گوید که روسیه، ترکیه و ایران وظیفه مشخصی را در اجرای آتش‌بس شورای امنیت دارند. قطعنامه پیشنهادی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم تسلیحاتی حوثی‌های یمن که شامل انتقاد از نقش ایران بود با ویتوی روسیه تصویب نشد. شورای امنیت اما پیشنویس روسیه را به تصویب رساند که در آن به ایران اشاره نشده است. نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه در شورای امنیت ابتدا پیشنویس را تهیه کرده بودند که قصد داشتند ضمن تمدید تحریم‌های تسلیحاتی یمن برای 1 سال دیگر ایران را به خاطر ناکامی در ممانعت از ارسال موشک به حوثی‌ها محکوم کند. و دنبال ویتوی پیشنویس قطعنامه درباره تمدید تحریم تسلیحاتی یمن و انتقاد از نقش ایران توسط روسیه، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است روسیه با این اقدام مانع پاسخگو کردن ایران شد و کلا منطقه را به خطر انداخت. نیکی هیل گفته است که برغم شواهد فراوان که توسط هیئت کارشناسان مستقل سازمان ملل درباره نقض تحریم‌های تسلیحاتی یمن توسط ایران ارائه شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد در تصویب قطعنامه ناکامان که ایران را به خاطر اقدامش مقصر می‌داند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما گفته است که کشورش هیچ گونه ارسال سلاح به یمن ندارد. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور و برخی از فرماندهان ارشد نظامی دیگر را از سمت‌هایشان برکنار کرد. خبرگزاری رسمی دولتی سعودی گزارش داد که جنرال عبدالرحمن بن صالح از ریاست ستاد مشترک ارتش برکنار شده و به جای او فیاض به این مقام منصوب شده است. بر اساس این گزارش، پادشاه عربستان همچنین فرماندهان نیروهای زمینی و هوایی این کشور را تغییر داده است. تعداد از معینان وزرا و همچنین شهرداران نیز تغییر کردند. خانم تماد یوسف به سمت معاونیت وزارت کار این کشور تعیین شده است. پادشاه سعودی همچنان شماره از شاهزاده ها را به عنوان مشاوران خود منصوب کرده است. وزارت دفاع هم اعلام کرده که استراتژی جدید نظامی این کشور از سوی پادشاه تایید شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که مذاکرات با کره شمالی صرف تحت شرایط واقعی ممکن است. دونالد ترامپ که دوشنبه در قصر سفید سخنرانی میکرد گفت که مذاکرات با کره شمالی تنها تحت شرایط واقعی هنگام ممکن است که پیونگیانگ برای مذاکرات پیشنهاد کند. و افزود رئیس جمهور چین با آمریکا کمک میکند تا با کره شمالی که مذاکره میخواهد وارد گفتگو شوند. اظهارات دونالد ترامپ در حال صورت میگیرد که پیش از این رئیس جمهور کره جنوبی گفته بود که واشنگتن باید موضع شدیدش را در برابر کره شمالی نرمتر سازد. بنده های ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزارم از اینکه در این بسته خبری با نگاه بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.